بررسی بیشتر. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، از جزئیات بیشتر این خبر برامون بگو. بله، خب دیروز بود در واقع که صبح دیروز همین ساعت‌ها بود حدوداً که شورای امنیت ملی اسرائیل اون بیانیه رو صادر کرد، هشدار داد به شهروندان اسرائیلی که به ترکیه سفر نکنن یا اگر در اونجا هستن مراقب باشن، اگر مجبور هستن که به ترکیه سفر بکنن مراقب باشند. و بعدن شب گذشته بود که کانال 12 تلویزیون اسرائیل این گزارش رو منتشر کرد و گفت که مقامات اسرائیلی بجز این در واقع هشداری که صادر کردن با 100 نفر از اسرائیلی ها چهره های احتمالاً سرشناستر که در ترکیه بودن هم مستقیما تماس گرفتن، گفتن که اونها جز اهداف هستند و باید ترکیه رو ترک بکنن. کانال 12 میگه که بعد از اینکه موساد موفق شد در طول هفته های گذشته، حالا در واقع به گفته اونها، جلوی اقدامات در واقع جمهوری اسلامی برای آسیب رسوندن به چهره های سرشناستر اسرائیلی رو در ترکیه و کشورهای دیگه بگیره، الان جمهوری اسلامی قصد داره که در واقع بیاد و به شهروندان، توریست های عادی اسرائیلی که در ترکیه هستن آسیب برسونه. باید گفت که ترکیه یکی از مقاصد اصلی توریست های اسرائیلی، در حال حاضر 40,000 اسرائیلی در ترکیه هستن و در همین روزهای آینده هم بیشتر از 22,000 اسرائیلی بلیت پرواز دارند که برای سفر به ترکیه برند. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ترکیه از این هشدار ناراحت شده اما امیدوار هست که همین هشدار باعث بشه که جمهوری اسلامی در واقع از این تصمیمش برای اقدامی که قصد داشته باید انجام بده هر چه زودتر منصرف بشه.